از میان رودان تا فرار رودان، درود ایرانیان. امروز روز 24 مرداد 1403 برابر با 14 آگوست سال 2024 در صفحه وسط، در حالی که در روزهای اخیر ارتش اوکراین موفق شده که برای نخستین بار در طول یک سال و نیمی که از آغاز جنگ در 24 فوریه 2022 می‌گذرد، وارد خاک جمهوری فدراتیو روسیه بشود در کورسک غربی و پیشروی بکنه. در حدود 30 کیلومتر در استان کورسک پیشروی داشته و همینطور منطقه همجوار با کورسک غربی، منطقه استان بلگراد، جایی که اگر بینندگان محترممون به یاد داشته باشن پارسال با قیام پریگوژین در واقع به یاد داریم، زمانی که پیشروی کردند واگنرهای شورشی به سمت مسکو، در حالی که حتی استان بلگراد هم در واقع ابراز نگرانی کرده، میخواییم به این پرسش پاسخ دهیم که دلیل تمایل اوکراین برای ورود به خاک روسیه و همینطور موافقت ایالات متحده آمریکا، دولت بایدن، در حالی که بایدن پیشتر از دادن هر گونه سلاح تهاجمی حتی اجتناب میکرد و بسیار مراقب بود که اوکراینی ها وارد خاک روسیه نشوند یا در موضع تهاجم نسبت به روسیه قرار نگیرند، دلیل این امر چه هست و همینطور نتایج ورود به خاک روسیه، در حالی که روسا برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی بعد از 1945 نزدیک به 80 سال پیش، آخرین باری بوده که در خاک خودشون با یک دشمن جنگیدن. برای اولین بار در 80 سال گذشته یک کشور دیگر وارد خاک روسیه شده. این بحثا رو میخوام امشب در یک بحث خودمانی با امیر شاهکی، تحلیلگر مسائل بین الملل، در میون بگذارم و ببینیم که داستان چه قرار هست. اوکراینی ها چگونه می اندیشن؟ زلنسکی چگونه می اندیشه؟ چرا تصمیم گرفته که وارد خاک روسیه بشه؟ آقای چنگی بسیار خوش آمدید. برخی از ناظران بر این باورن که زلنسکی به دنبال پایان جنگ هست و به همین خاطر میخواد که ابزاری در اختیار داشته باشه، خاک روسیه رو در اختیار داشته باشه برای هر گونه مذاکره. شما چقدر با این تحلیل موافقید؟ درود میفرستم به جناب پیمخان عارف و همه بینندگانمون که دنبال میکنم برنامه های جذاب و فکر میکنم مفیدی که پیمان تنظیم میکنه در فرمات های مختلف. اینم امروز هم به قول شما یه گفتگوی خودمانی و بدون کروات، به قولی دوستان اینجوری خیلی برنامه دارن، برنامه های بدون کروات حتی بهش میگفتن. گرچه روزگار سختیه، ولی به هر حال تلاش کنیم که ببینیم که چه بر منطقه میگذارد و چه کار باید در بر ایران کرد. آنچه که رسما بعد از حدود 6 روز سکوت و ایما اشاره کیف سرانجام رسما اعلام کرد 12 اگوست، در حقیقت ورود به خاک روسیه، همون که شما گفتید اولین باره که حمله میشه به خاک روسیه پس از جنگ جهانی دوم، یعنی میشه گفت که استالین و الان هم ولادیمیر پوتین، در زمان این دو این اتفاق میفته. اهداف رسمی که اعلام شده توسط زلنسکی ها میدانیم، یک اشاره کوتاه بکنیم، ضربه اعتباری به پوتین و اینکه نشان بدیم که قدرت مدیریت نداره و امنیت روسیه، این تحقق پیدا کرده کاملا، چون 6 اگوست باید اذعان کنیم که یک شکست تاریخی امنیتی اطلاعاتی نظامی بوده. تو این قسمت بگم که وقتی کشوری همانند روسیه به کشور همسایه خودش تهاجم نظامی کرده و 20% خاک اون کشور اشغال کرده و 6 استان همجوار داره، طبیعیه که باید منتظر حملات مشابه باشه. این حمله از این زاویه باز هم مهمه که یک عملیات خرابکارانه تخریبی ورود و خروج نبوده. بلگراد اینجوری بوده معمولا، یه حملاتی شده عقب نشینی کردن. این یک حملات منسجم با پهپادهای تجسسی، پهپادهای جنگ الکترونیکی، نیروی زبده نظامی، بعد از اون هم همراه با حملات توپخانه‌ای و پرتابی و
و ورود تانک‌ها بوده، این عملیات آماده سازی شده بوده و غفلت بسیاری است. اینجا اشاره کنم چون شما پریگوژین هم نام بردید، یکی از اعتراضات پریگوژین که من معتقدم مسکو در قتلش دست داشت این بود که مدیریت و فرماندهان نظامی عالی و از جمله همین گراسیموف رئیس ستاد مشترک ارتش که مسئول این دفاع بوده متهم میکرد و شایگو که بعد پوتین خودش برکنار کرد به اهمالکاری بیکفایتی. ما این الان شاهدیم. هدف دومه که زلنسکی اعلام کرده، هدف ایجاد اختلال در رساندن کمک‌های تسلیحاتی لوجستیکی به منطقه داخلی جبهه‌های طولانی اوکراینه. سومینی که اعلام کرده ایجاد منطقه امن برای عدم حمله توپخانه‌ای به اوکراین. من فکر می‌کنم غیر هدف اول که رخ داد، دو هدف دیگه پیمان خان اصلا تحققش امکان پذیری نیست. درسته که 1000 کیلومتر مربع بر اساس ادعای و اون آماری که جنرال سیرسکی فرمانده کل نیروهای نظامی اوکراین میگه که راستی آزماییش خیلی امکان پذیری نیست، نهادهای تحلیلی غربی حدود 700 کیلومتر مربع هم تایید کردن. آنچه که روسیه دو روز پیش در یک کنفرانس تلویزیونی رادیویی استاندار کورسک اعلام کرد خطاب به پوتین که پوتین به نوعی اونو متوقفش کرد، ورود 12 کیلومتر به خاک روسیه بوده، اشغال 28 روستا منطقه مسکو در عمق 3 کیلومتر و 40 کیلومتر در پهنا. ولی 30 کیلومتر که شما میگید اون هم جای بودن داره، به خاطر اینکه ادعای خود اوکراین تا 35 کیلومتر و برخی از نهادهای نظارتی بین‌المللی هم میگن شواهدی دارن که 30 کیلومتر تایید میشه. به هر حال استان کوسک یک استان 1 میلیون نفری، استان کوسک اجازه بدید بگم که قسمت بعدی بشیم، این استان کوسک دو تا ویژگی استراتژیک داشته، یکی ایستگاه ترانزیت گاز در شهر سوجا هست که این ایستگاه عملا گویا تحت کنترل اوکراینه ولی بنا به تقاضای اتحادیه اروپا ترانزیت گاز رو مختل نکرده، و نیروگاه اتمی کورسک هستش که الان فاصله این ایستگاه اتمی فعال با فکر میکنم 2 راکتور هسته‌ای اونجا هست با منطقه‌ای که حداقل ادعایی که میشه حدود 15 کیلومتر، حد اکثر 30 کیلومتر. این عددی نیست در این صحنه‌های جنگی. به نظر من یک سری ملاحظات واقعی از نظر من چیه؟ به نظر من غیر از اولین فاکتور ضربه اعتباری به پوتین، ایجاد دلهور و استراب نزد روس‌ها که تحقق پیدا کرده، الان شما اخبار تلویزیون رسمی کانال رسمی روسیه بدون اینکه بخوان پوشش بدن اولین خبرشون میشه جبهه کورسک که تا حالا نبوده. روزنامه‌ها یک ستون دارن، این اتفاق افتاد، جنگ محسوس شد بیشتر به روسا. ولی در رابطه با اهداف اصلی زلنسکی من به این باورم که شاید سوال بعدی باشه که شما خودتون بفرمایید، من از شما سوال میکنم. به نظر من اینکه آیا کاخ سفید در جریان این موضوع بوده، من بیشتر نظرم اینه که نبوده یا امکان دخالت نداشته، با الهام از عملیات نتانیاهو از جمله ترور سرحنی در تهران که نمیتونست مورد تایید کاخ سفید باشه این تنش، اینو زلنسکی خودش رهبری کرده که هم یک عمل انجام شده در مقابل کاخ سفید قرار بده، همین که در امکان پیروزی ترامپ و باید پیشگیری که میشه بر روسیه فائق اومد بشه. حالا چرا به نظر من این اشتباهات محاسباتی دوره بعد با صحبت کنیم؟ من با شما موافقم. ببینید کم و بیش آقای زلنسکی میدونه که هر کاری بکنه بایدن از اون حمایت خواهد کرد، یعنی آلردی حمایت بایدن رو در جیب خودش داره، در صندوق، در گاف صندوق خودش این رو گذاشته، اطمینان داره و بایدن راه بازگشتی هم خیلی نداره از حمایت تمام عیاری که در این 2 سال و نیم از زلنسکی کرده. از طرف دیگه به هر حال ما الان با بایدنی واجه هستیم که اعلام کرده من به دلیل کهولت سن در انتخابات شرکت نمی کنم، از گردونه انتخابات کنار کشیده
و حتی خب جمهوری ها هم میگن که وقتی تو برای انتخابات نوامبر خودت رو حائز سلامت جسمانی لازم نمیدونی، همین الان هم این سلامت رو نداری، از ریاست جمهوری هم میبایستی کنار بری. خانم هریس هم درگیر به حال به عنوان معاون رئیس جمهور و کاندیدای حزب دموکرات درگیر فرآیند انتخابات هست. یک ضعفی رو ما در دولت آمریکا میبینیم آقای شاهکی در ادمینستریتیو بایدن، و از طرف دیگر زلنسکی میخواد همونطور که شما گفتید گارانتی بکنه خودش رو در مقابل آمدن ترامپ. به هر حال همونطور که ترامپ بارها و بارها گفته اگر بیاد این چاه ویل اوکراین رو خواهد بست. زلنسکی میداند که دیگه این حمایت بی پایان رو نخواهد داشت با آمدن ترامپ. ترامپ چهره‌ای که به روسیه نزدیکه، از اول مخالف کمک به اوکراین بوده و داستان‌های مختلف دیگه. حالا من چرا دارم این رو میگم؟ برای اینکه زلنسکی میخواد یک گارانتی در اختیار داشته باشه که با این گارانتی اگر فرضاً در ماه نوامبر ترامپ هم آمد و حمایتش رو از اوکراین قطع کرد چه کار باید بکنه؟ ترامپ اگر این کار رو بکنه میخواد که زلنسکی رو پای میز مذاکره بنشونه. اگر پای میز مذاکره بنشینه، ببینید اوکراین به عنوان یک ایجنت، به عنوان یک عامل نیابتی غرب داره عمل میکنه. ما دیدیم بسته کمک 65 میلیارد دلاری چند ماه به تعویق افتاد، به تأخیر افتاد در کنگره آمریکا. اوکراین پشت سر هم داشت خاک از دست میداد. یعنی اگر حمایت آمریکا رو پشت سر خودش نداره، همون مقطع مقطعی بود که اومد سمت اروپا، اومد سمت مکرون، اومد سمت فرانسه، با فرانسه پیمان دفاعی امضا کرد و غیره و غیره. حالا اگر ترامپ وادار بکنه زلنسکی رو به اینکه بشینه پای میز مذاکره، یک ابزاری باید داشته باشه. پوتین کریمه رو داره، دانباس رو داره، چه رو داره، چه رو داره، در مقابل زاپاروژیه رو داره و غیره. این هم میخواد یک ابزار چانه‌زنی داشته باشه. من اینطوری فکر میکنم، یعنی زلنسکی داره بیشتر برای ماه نوامبر میاندیشه. شما چه فکر میکنید؟ من موافقم با اون، با این مسیر خط فکری شما، و خیلی بستگی داره اینکه آیا این حرکت برای این صفحه پیچیده پرتناقض که هر دو طرف بازیگر و اساس کسی که شطرنج بلدن میدونن، این 40 حرکت در 2 ساعتشون تمام شده ولی خستگیشون داره سراغشون میاد، تا بی‌نهایت نمیتونن بازی کنن. اگر این حرکت توسط زلنسکی که صورت گرفته منجر بشه که یک قسمتی رو کاملا هاب کنه، پوشش بده و بتونه از این ماها دفاع کنه، بتونه نگه داره این بله، این میتونه یک برگ فشار باشه برای مذاکرات احتمالی. آنچه که من پیش بینی میکردم و تو برخی برنامه گفتم همین امروز اتفاق افتاد. دیروز حالا چرا میگم که به نظرم میاد میتونه با اگر پیروزی های روسیه در به عقب راندن نیروهای اوکراینی به مرز موفقیت‌آمیز باشه، این اتفاقی که میفته اولا جبهه جدید خود به خود باز شده. یعنی وقتی که روسیه برسه به مرز سومی، مرزی که منطقه مجاور اوکراینه، اونجا که متوقف دیگه نمیشه، ادامه خواهد داد. در حقیقت به این ترتیب لوجستیک و همه امکانات تسهیلاتی نظامی و توان نظامی اوکراین باید آماده وسیع تر جبهه باشه. الان فقط این نیست که یه منطقه 1000 کیلومتر مربعی رو اینا دارن دفاع میکنن، ادعا میشه که ادعاشو نمیشه اثبات کرد، گویا پیشروی 1 کیلومتری هم امروز داشتن. در عین حال دیروز بلافاصله بعد از اینکه رسما اوکراین عملا دیروز اولین بار بود صراحتا مطرح کرد کیف که در کورسک حضور داره، هم سوئیس که میزبان کنفرانس صلح بدون روسیه بوده و هم ایتالیا، بلافاصله موضع‌گیری کردن که در کنفرانس دوم حتما باید روسیه باشد. از این استفاده کرد روسیه. امروز نماینده روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که از پیشنهاد ولادیمیر پوتین در تو به آغاز مذاکرات
و تبادل زمین در مقابل سول دیگه اعتبار نداره. این یک بازی جدید دوباره شروع شد. اینجا در حقیقت باید توجه کرد هر آنچه که انجام میده پوتین ولادیمیر زلنسکی، همچنین شما به درستی تاکید کردید، یک فعلا یک کارت کریدیت بی نهایت داره از اوکراین از کاخ سفید در مقایسه با اسرائیل قابل مقایسه نیست، ولی فعلا تحت حمایت ریاست جمهوری فعلی آمریکاست که جمهور بعدی. حتی به نظر من اگر کامالا هریس هم باشد با این دست و دلبازی بایدن نخواهد حمایت، چون در حزب دموکرات هم چند صدایی وجود داره الان. در رابطه با ادامه این وضعیت به معنای اینه که کمک‌های نظامی، تسلیحاتی و پشتیبانی غرب باید بیشتر شود. یعنی این نیست که یک جبهه جدید باز کرده الان زلنسکی، این جبهه جدید اضافه بار جدیده بدین ترتیب که اولا منطقه سومی، منطقه‌ای که ورود اوکراین به منطقه کورسک الان به خاطر بمباران‌های شدید روزانه داره تخلیه میشه، به این ترتیب حملات بعدی روسیه بدون تلفات غیر نظامی خواهد بود که برای روسیه بهتر خواهد بود چون بلافاصله محکوم میشه. امروز نزدیک به 20 هزار نفر رو عقب نشینی بردن، حدود 80 هزار منطقه تخلیه کردن، 80 منطقه تخلیه کردن. و در برای مقایسه میگم ظرف دو روز 6 و 7 آگوست حدود 100 موشک و توپخانه حمله کرد به سومی. در مقایسه کنید با 7 ماه که 450 تا راکت بوده، ظرف 2 روز 100 تا راکت بوده. و خود کیف اعلام کرده که ما منتظر هستیم که سومی به شکل ویرانی بره. خب اینو تو کاغذ میشه صحبت کرد، در میدانهای جنگ نه، به خاطر اینکه برتری هوایی، برتری نیروی انسانی روسیه وجود داره. توجه بکنیم که در حقیقت جز این که می دانیم که 40 میلیون نفر هستند که از این 40 میلیون نفر اهالی اوکراین بر اساس آمارها حدود 10 میلیون میشه با حد اکثر با تا سن 60 سال اوورد که الان هم تحقیقش سخته، الان میگن تا 2.5 میلیون نفر زیر پرچمن و از 18 تا 60 سالگی ممنوع خروجن، 25 سالگی میارنشون. روسیه 140 میلیونه، هنوز بسیج عمومی اعلام نکرده، داره بیشتر با سربازهای میگم بهشون سربازهای قراردادی، کسایی که قرارداد می‌بندن یه حقوق خوب می‌گیرن، 3000 دلار ماهانه با مزایا و میان می‌جنگن. اگر بسیج محدود هم اعلام بکنه، آمارها میگه که روسیه تا 8 تا 10 میلیون نفر اگر لازم باشه و بتونه تامین کنه بسیج میده ظرف 1 ماه حدود. همین نقطه ضعف نیروی انسانی اوکراین بود که اگر یادتون باشه 2 ماه پیش آقای مکرون رو به این سمت سوق داد که پیشنهاد بکنه که ناتو نیروی زمینی وارد دقیقاً اگر خاطرتون باشه. در واقع اوکراینی ها با کمبود نیروی انسانی مواجه هستن و ما اهمیت سرباز رو، اهمیت نیروی انسانی رو در یک جنگ متعارف یک بار دیگر در جنگ اوکراین دیدیم. اهمیت نیروی انسانی رو، جمعیت داشتن و بزرگ بودن یک ملت به لحاظ کمیت، یک بار دیگه در جنگ اوکراین دیدیم. به نظرم اینجا دقیقا این نکته درستیه. من اولی نکته سر لوجستیک بدم و با اجازه شما یه مقایسه‌ای با وضعیت فعلی با اسرائیل کنم. در رابطه با یک گرفتاری دیگه ای که اوکراین داره و یکی از دلایل این که شاید بیش از حد هم تلاش نکنه که پیشروی کنه، خطر از دست دادن ارتباط با سرزمین مادره، به خاطر اینکه روس‌ها بسیار الان تلاش دارن که حلقه بزرگی از سربازای اوکراینی رو محاصره کنن و پیشروی بیش از آنچه قابل کنترل این خطر نظامی جدی رو داره و باز هم این گرفتاری دیگه ای میشه. ضمناً گروهی میان مطرح میکنن که از تحلیلگران که دلیل اصلی این بوده که الان روس‌ها بریگادایی رو از منطقه دانباس به این سمت آوردن. این دوستان توجه نمی کنن که اوکراین هم این کار کرده، یعنی اوکراین اومده از همون منطقه ای که ظرف این 3 روز یه چند صد کیلومتر مربع اوکراین از دست داده، از همون جهانی رو آورده بوده. یعنی این گرفتاری دو طرفه است
و اینکه ادامه بده این وضعیت رو بخواد رزرو بیشتر بیاره، رزرو آموزش نیافته فقط میشه قطعگاه براش. اگر بخواد از نیروهای زبده که اکثر نیروهایی که شرکت کردن 5 یا 6 یگان زبده الان اوکراینی هستن، اینها در منطقه پرتنش دانباس بودن و این یه خطر جدی برای اونها هم هست. من یه نکته که شما به درستی تاکید کردید، اینکه در جنگ های در جنگ بیش نزدیک به بیش از 2.5 سال روسیه و اوکراین یه سری نکات روشن شد. من فکر کنم شما حالا شما این دو تا بعد من اگر ادامه بدید تو این گفتگوی خودمانی، یکی اینکه اهمیت پدافند ضد هوایی ها بسیار مهمه، یعنی برتری در آسمان فقط داشتن جنگنده ها نیست، این جنگ کلاسیک جنگ دوم نیست که شکاری ها همدیگر شکار کنن، این دفاع زمینی هوا، دفاع هوا به هوا هست. دومیش نقش نیروی نظامیه که سربازها مهمن و این امکان مانور رو میده. گرفتاری ما با ایران با اسرائیل اینه که ما مرز مشترک نداریم، یعنی اینجا باید توجه کرد فاکتور دفاع ضد هوایی اهمیت فوق العاده‌ای داره، این جنگ هم نشون داد. و در ادامهش سرزمین پهناور ایران هم گرفتاری دفاع ضد هوایی داره، همین که جمعیت 85 میلیونی که بسیار هراس انگیز هست واسه هر دشمن خارجی اصلا مرز مشترک نداره. حالا من میخواستم از شما بخوام که این قسمت پیشبینی خود پیشبینی شما با توجه که میدونم که این موضوع کار میکنید، در چند هفته آینده منتظر چه رخدات هایی باید باشیم در جبهه جدید کورسک و در دانباس؟ والا من یک مقدار بدبین هستم نسبت به اینکه اصلا اوکراین بتونه این در واقع عرصه‌ای که به دست آورده و سرزمین هایی که تحت اشغال یا کنترل خودش در آورده بتونه نگه داره. و از اون طرف هم برگردیم به مواضعی که مدودف در چند ماه گذشته داشت و اینکه بارها و بارها آشکارا گفته که ابایی از اینکه سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی رو استفاده بکنیم نداریم، غرب رو تهدید کرده، ناتو رو تهدید کرده. فراموش نکنیم اوکراین عضو ناتو نیست، بخشی از ناتو ناراضی هست، مهمترین کشور تشکیل دهنده دیوان ناتو که ایالات متحده آمریکا باشه، افکار عمومیش دیگه همراه نیستن مثل سال 2022، خسته هستند. و حالا در این وضعیت شما تصور بکنید که مثلا روسیه ای که ما با یک ملی‌گرایی هرچه افراطی و عظمت طلبانه در موردش مواجه هستیم، بیاد مثلا یک راه‌های لوجستیکی و پشتیبانی لهستان به اوکراین رو، یعنی منطقه غرب اوکراین رو، مثلا لویو رو، نه شهر لویو، حد فاصل لویو به لهستان رو مورد حمله هسته‌ای تاکتیکی قرار بده، یا پشت جبهه این نیروهایی که 20 کیلومتر رفتن داخل و پشت جبهه رو به اون شکل بمباران کارپتی، بمباران فرشی که در سوریه انجام میداد بمباران بکنه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ محاصره بکنه. من فکر میکنم یک شمشیر به شدت دولبه‌ای رو آقای زلنسکی در این حرکت اخیر در ورودش به روسیه از نیام در آورده که این شمشیر به شدت میتونه علیه خودش هم استفاده بشه. و توجه بکنید تا به اکنون یک برتری اخلاقی و حقوقی اوکراینی ها داشتن که گفتن ما دفاع میکنیم در سرزمین خودمون، داریم از سرزمینمون دفاع میکنیم. الان روسا میتونن بگن ما داریم از سرزمین خودمون دفاع میکنیم، یعنی ورود به خاک روسیه این تقدم و برتری اخلاقی رو از اوکراینی ها میگیره و روسا شدت حملات رو من معتقدم افزایش خواهند داد و این شمشیر دولبه‌ای که از نیام در آمده نهایتاً میتونه که مثل یک بومرنگی که به سمت زلنسکی برگرده، مثل یک بومرنگ میتونه که آسیب وارد بکنه به اوکراینی ها. یعنی در بهترین حالت این خواهد بود که اوکراین بتونه مستقر بشه، زمین رو نگه داره، اگر ترامپ آمد بیاد و این رو به عنوان ابزار استفاده بکنه برای صلح، برای مذاکره صلح، بدترین حالتش هم میخواهد بود که جبهه جدید همونطور که شما توضیح دادید محاصره شدن نیروهای اوکراینی، جبهه‌ای که تا به اکنون محدود بود به شرق، به دانباس، الان از شمال شرق هم
در واقع باز بشه و از هر طرف اگر این اتفاق بیفته نگاه بکنید به ضرر اوکراینه. من همینو با پیمانکان جناب عارف ادامه بدم این قسمت رو در تایید این که آینده جنگ به نظر من نگه داشتن منطقه‌ای که تا حالا ما میگفتیم مناطق اشغالی در خاک اوکراین، ما هیچ طور دیگه نمیتونیم بگیم جز مناطق اشغالی در خاک روسیه، همون نکته‌ای که شما تو قسمت اخلاقی مطرح میکنید. و به این نکته هم اشاره کنم، جالب شاید هست واسه دوستانی که برنامه شما نگاه میکنن شما و کنم برنامه شما به نظر مخاطبان خاصم زیاد داره، این که در ابتدا وقتی که 6 آگوست این حمله ناگهانی رخ داد، سعی کرد کیف سونداج بکنه به اصطلاح، یک نظرسنجی میدانی کنه. ابتدا نقشه هایی پیدا شد، پدیدار شد شماتیک در رسانه های داخلی اوکراین که مناطقی رو که گرفت و اشغال کردن به شکل خاکستری به اسم مناطق آزاد شده نامیدن. بعد از اون ویدیوهایی پیدا شد که گروه های روسی شورشی هستن. خب این خیلی یک حرکت ضعیفی بود، چون میگفتن مناطق آزاد شده. بعد گویا من فکر میکنم به شدت مورد مخالفت غرب قرار گرفت و از اون به بعد تغییر کرد ترمینولوژی که برای دفاع از خاک اوکراینه. چرا این موضوع نظر نظامی اونقدری که من فکر کنم شما هم با من موافقی، همونقدر که من شما از این امور نظامی در عمل دیدیم، کاشان نظامی نیستیم ولی زیاد دیدیم که چطور داریم گفتون این جنگ و جنگ های دیگه. ببینید این که میگن یه منطقه ایجاد چه منطقه بوفر، این وقتیه که این منطقه وسعتش اولا قابل توجه باشه، دوما دارای زیرساخت‌های معین باشه، به خاطر اینکه روسیه با هواپیمای استراتژیکش حتی از عمق خاک روسیه موشک پرتاب میکنه. کدوم منطقه سیستم؟ اصلا حملات به این منطقه سومی حتی پهپادی تا حالا نبوده، پهپادا میتونن از مناطق مجاور بیان. یعنی این بوفر ایجاد نمیکنه. به اصطلاح میگن توپخانه‌های کلاسیک لوله بلند به اصطلاح که الان شلیک نمیکنه، پس این وجود نداره. در عین اینکه دو تا اتفاق داره میفته خطرناک به نظر من، اتفاق اجباری داره میفته، رخ داده هستش. یکی روسیه داره تخلیه میکنه مناطق مسکونی نزدیک و کامل. روسیه اونجا منطقه نظامی اعلام نکرده، منطقه عملیات ضد تروریستی اعلام کرده. این که عمل ضد تروریستی هست یه سری امکان دیگه هم به روسیه میده، از جمله میتونه به اصطلاح جابجایی اجباری اهالی باشه. از آن ور مرز اوکراین این کارو کرده، به اجبار کرده اوکراین چون حملات روسیه شدیده. دو تا به این ترتیب دو منطقه غیر نظامی تقریبا شکل میگیره که در حقیقت روسیه تلاش کرده ویران کنه، یعنی با حملات پی در پی غیر نظامی زدایی شده. بله در به اصطلاح در جنگ به اصطلاح در مناطق معین از دانباس هم شاهد بودیم، در حقیقت باخمود اساسا معنا نداشت دیگه که حمله نشه، هر ساختمانی شلیک میشد بهش. یعنی من نگران یک فاجعه انسانی بزرگم، چون در وهله اول نمیشه تمیز داد که آیا واقعا همه اهالی خارجشن یا نه، دومی که خب کشتار شدید دو طرف هم کشتار انسان هاست، یعنی یک عملکرد آزاد خواهند داشت. که یه مثال بزنم خدمتتون، این مثال یه اشاره به تاریخ شورویه، شهر مینسک. این نکته جناب برای شما هم میدونم که شوروی هم بررسی میکردید، شاید بهش برخوردید. شهر مینسک پایتخت بلاروس به ما همیشه میگفتن که فقط 3 ساختمان سالم مانده اونجا و من خب تاریخ شوروی رو معتقدم، خب خیلی متعهدشم از دوره نوجوانی. بعد من سوال مطرح بود، خبر داشتیم که ارتش فاشیست آلمان نازیستا بدون مقاومت تا مینسک آمدن. خب چرا باید مینسک فقط 3 ساختمون بمونه؟ به خاطر اینکه موقعی که تسخیر میخواست بشه شوروی بمباران میکرد. یعنی ده این یک فاکت تاریخی ها، بعد از فروپاشی
با استراب شروع کردن سر این موضوع صحبت کنن که ویرانی شهر مینسک رو فاشیستان نبودن چون تسخیر کرده بودن، یعنی بدون دفاع بوده این شهر، موقع باز پس گرفتن اتفاق افتاده. الان من احساس میکنم یه گوشه از تاریخ تکرار میشه. در ضمن اگه رجوع کنیم به سخنان سالیوان، سفیر دوره جنجالی در مسکو، سفیر آمریکا در مسکو که دیروز و امروز صحبت‌های کرده، به صراحت سالیوان گفته که این حرکت همون که شما اشاره کردید عوض میکنه پوزیشن تدافعی به تهاجمی به حمله خاک روسیه و پیش بینی کرده که پوتین، منم با این موافقم، که یک پاسخ خشونت آمیز غیر عادی خواهد داد. پاسخ بسیار شدیدی میکنه. این هنوز نیست به نظر من، این بمباران اون نیست، سکوت کرده. و در ادامهش نکته که شما گفتید با این قسمت من خرد کنم که و بریم سراغ این که واقعا آیا چقدر جدیه تکرار. من اینو میگم به اشتغال من در این گپ خودمانی اینه، ما در غزه شاهد این هستیم که به اسم مبارزه با تروریسم کشتار روزانه مردم صورت میگیره و کم کم عادت کردن به بچه های کشت شده، به متاسفانه به جنازه ها عادت میکنن، رو جنازه ها مزاح میکنن و جهان داره عادت میکنه نه فقط غرب. خب من نگرانم که از این پس ما در من جنگ روسیه و اوکراین مفهوم غیر نظامی و کشتارش هم عادت خواهند کرد، با یه فاجعه موجب خواهی شد از این نظر. آیا اینطوری خواهد بود؟ در نقطه‌ای که اشاره به مدودوف کردی، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، جملهش به نظر من صادق در مورد برابر در مورد تمام قدرت‌های اتمی. مدودوف گفت که قدرت اتمی جهان نمیتواند در جنگ های متعارف شکست بخورد، به خاطر اینکه وقتی ما میگیم بازدارندگی، اگر بازدارندگی فقط منجر به این نمیشه که وارد خاکت میشن، هنوز این بازدارندگی عمل نکرده، اگر تمامیت ارضی ساختار حاکمیت به خطر بیفته، و پوزش میخوام که محاوری میگم آیا به این ترتیب زرادخانه اتمی برای کی گذاشتن؟ برای هدیه به دشمن؟ خب چون قرار اومدیم بود که برنامه ها رو کوتاه‌تر بکنیم با سلیقه مخاطبین، من میخوام که این بحث رو متوقف بکنیم در برنامه هایی که کوتاه اما مداومتر خواهد بود در مورد جنگ اوکراین، این بحث رو حتما ادامه میدیم. متشکرم از شما امیر شاکی در برلین که مثل همیشه با برنامه خودتون صفحه وسط همراه بودید و همینطور بینندگان محترممون که در نیم ساعت گذشته در برنامه کوتاه‌تر با ما همراه بودید. تا برآمدن آفتاب و تا پاشان بر فلات ایران، بدرود.